سلام از زانومه تی جورا ساعت من باشین از جاک هستیم طبق معمول اینجا استیدیو سرک ریکورد است من مصطفی میری هستم و آمدیم در خدمت حضور شما با یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای اختلاط که مهمان این هفته ما کسی نیست جز حسین مهاجم سلام و درود همه شنونده های رپی دری هموطنای گلم در هر سر دنیا که هستین امیدوارم که روز و شب خوب خوشی داشته باشین و سلامتی داشته باشین لطف کردی که تشریف آوردی و تشکر میکنم از خودت که در اینجا حضور پیدا کردی عزیزان ما یک چند وقت بیکار بودیم در بخش اختلاط چون آرتیستی نبود که بخوام ازش یک وایب بگیریم که برای شنونده هم خوب باشه برای بیننده هم خوب باشه که باش یک گفتگوی کنیم که برای بیننده هم جالب و جذاب باشه خلاصه آمدیم با حسین مهاجم که ما دیروز کوشن باکس هم گذاشتم برای ملت که ببینیم ملت بپرسن ملت چی کردن وایب دیگه تا شما سابسکرایب میزنید لایک میکوبید و جریان ویدیو کامنت هم میمونه برای ما بریم بیاین ببینیم چی میتونیم داشته باشیم خب دوستان رفتیم اومدیم لینک چنل حسین مهاجم هم در زیر ویدیو هست حتما ویدیوهاش حمایت کنید لایک کنید کامنت بذارید برایش سابسکرایبش کنید هر آرتیستی که میبینید لیاقتش داره نمونید از دوستان در بره و دل خوشه چون او آرتیست در عشق شما میخونه غیر از اینکه بعد میگیم بگی خوب میگی دوستان بازم پیشنهاد انتقاد نظر چیز داشتین میتونین اظهار کنین ولی ما با کمال احترام اگر محترم باشه کلامتون جوابش میتیم پیگیری میکنیم با ببینیم حسین مهاجم سوالی که شاید همتون ازش پرسیده باشین و من میخوام سوال خود ازش بپرسم سوالی رو برنامه ازت بپرسم که شاید سوال خیلی عادیگم باشه یک بایوگرافی کامل بله محمد حسین یعقوب زاده هستم متولد سال 1382 متولد در شهر مزار شریف در سن 14 سالگی مهاجرت کردم اومدم ایران تا سنف 8 درس خواندم شاگرد ممتاز مکتب لیسه سید اسماعیل برخی شاکر شد نه باریک نه باشو که کلگیم بودم چیزی هشی بودنیم و همین دیگه بفرمایید داشتی تو 8 سال اول شاگرد اول بودی ما از ببین ما درس مقد خوب بود که خدا به سر شاگرد درس مقد خوب بود که اول خواندم دوم نخواندم سوم خواندم دوم امکان شد خدا بزن شاید بفرمایید همین دیگه و مثل من دیگه فکر نکنم بیاد آقای فردوسی 14 سالگی دیگه مهاجرت کرده ایران و همینجا ماندگار شد بشکت از باز خوبه 14 سال اولی زندگی تا در خاک خودت بودی دوام میکرد خودت بودی من یکی از بعد 3 سالگی میاد فقط چشم خودم دیدم ما میگن افغانی فلان ولی خب بازم یک سری خوبی های داره یک سری بدی های داره مهاجرت خوبی هاش جور نیه که بتونی با خوبی یاد کنی بدی هاش هم جور نیه که بتونی اصلا یاد کنی و بالاخره ما دست خود ما نبوده پدر مادر حالا ما نشرشان هم هستیم ولی خب بازم یک اشتباهی بوده که شده دیگه بگذاریم وضعیت زندگی و در چی حالا؟ زندگی تو چرخه میتر مشا؟ زندگی خوبه بد نیست سلام برسانا سلام برسانا در کل هیچ کیه میدونی برای هیچ کس خوش نمیگذره مثلا مشکلات هست یا مشکلات شخصی مشکلات برای من خیلی خوش میگذره ولی خب بازم یک سری مشکلات هست شاید مثلا برای محدود کسایی باشه که زندگی خوب میگذره مشکلات توی من نیک نباشه با همزو خوش میگذره داداش خب در خوش میگذره بسیار مجرده دیگه مجرده بله چند سال از عمرت یعنی درگیری رپ شدی و رپ کلا چند سال از عمرت گرفت از الان چند سالت بود گفتی 20 سال بود 20 سال از 14 سالگی مهاجرت یعنی 6 سالم مهاجره خب 20 تا 6 سالی که مثلا مهاجره قبلش هم رفت درگیر رفت بودی 8 سال ما درو 8 سال یعنی از 12 سالگی خوب یعنی یادم است در روضه شریف چی ببخشید روضه سخی مزار شریف اونجا اون زمان اصلا این کی نبود خب سید جوال مبارز اصلا کسی نمیشه مبارز با دور دوازدهم بود رفقان با دور چندم بوده که آره فقط در کف مزار شریف فقط ما بودم یکی مارشال میگفت یکی دیگر اکبر رپکات میگفت که دستور خانم فکر کنم او هم رفته شرکت کرده یک ویدیو ازش از محمد اکبری چیه نه کنم اون یک میگه گوش میکنه جینگ 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 نه ماش تو مزار شریف چرس داشت میفرمودی این در کلی کفشار مزار فقط ما بودیم با یک بچه رو مهدی امسی میگفت یک بند خدا دیگه اسمش یادم نیستم و خیلی شروع خوبی داشتم شروع یعنی انگیزه پور انگیزه دیگه دوم انرژی و ولی مهاجرت کلا مثلا دیدگاه من در رپ کلا عوض کرد کلا یعنی چی شدم مطمئن تر شدم در این مسیر گوشی های NEC یابتی اصلا داشتی؟ NEC؟ از اینکه 4-5 دانه سیم کارت میخورد، 5-6 دانه رم میخورد، 6-7 دانه اسپیکر داشت
صدای اسپیکری داشت. خب اینو در افغانستان داشت میگه گوشه چینی بود. کیلویی گوشه کیلویی. خلاصا یادم از نداشتم خیلی لذت بردیم از کیفیت. کیفیت نداشت از بلندی صداش. بگذاریم. در این سال‌ها چند تا ترک ریلیز کرده؟ دقیق نشمرده بس. دقیق بشمرده. از اولین ترک چند تا مگه؟ سید قافیه، بعدش ترک مولا، خب سرآغاز که جزی آلبوم است با کش، رنگ رنگ، قیام، من افغانستان هستم، اچ بی دی، یک دفعه ای، ترک مال، یه ترکی نیست، ترک قلندرک، چند تا شد؟ 11 تا. 11 تا؟ دو رقم رد بده. فکر کنم شاید ترک دیگه باشه یاد بده. حالا؟ ها، چیم سفر. 12 تا، مرسی. اگه بخوام میانگین حساب کنیم، 12 سال است بلند و از چی 12 سالگی خود؟ یعنی 8 سال من کلا 2 سال در مارکت رسمی کار میکنم. قبل از اون حتی مثلا یک فری استایل بازم آپلود نشده بود، ولی خب چند روز رفت بود، ولی نبودم. موفق ترین ترک تا زده خودت از چی نظر؟ از هر نظر، یعنی تو ده تو بگی نظرم نیست نیه، یک سر ترک از یک لحاظ خب بس اینجی جواب نمیگیریم. با چه انگیزه ای دهی مثلا آمده؟ انگیزه چی بود اولیه؟ یعنی چی تو را جذب کرد؟ ثروت شهرت شهوت مرد کدومش رو دعوت کرد؟ نه اگه خیلی بخوایم رو راست بشم، یک موزیک رپ هم الان نبود، از این گفته سار ملودی آهنگ سرعتی یک آهنگ سرعتی رو گذاشتم گوش کردیم، تصمیم گرفتیم شروع کنیم بره. خیلی ریلکس، خیلی ساده و مثلا همینجوری عشقی اولش، ولی خب دیدم خیلی بد رقم مثلا زبان میچربده ایران. یعنی خیلی از رپ چقدر درآمد داری؟ چقدر درآمد داشتم تا الان؟ داری کلا نه، ماه به ماه مثلا یک میانگین برای چقدر میای نه میای؟ بس دیگه فعالیت خودم دارم. اوکی خیلی داری، بعد درآمد رو داری. خب اوکی درآمد. مرسی که جواب دادی. چیزی که در مورد زادگاهت دوست داری و واقعا در مورد زادگاهت از دل جان دوست داری، نه که تو بخوای تمارض کنی یا دروغ بتونی بگی راجع بهش، از مثلا منطقه یک بدونی اونده چی داره که تو رو جذب کنه و دوستش داری واقعا دلی جانی؟ آزادی. مرسی. چیزی که نیار دوست داره. خب شو زمانی که ما بودیم بود حالی نیست آزادی قبل انقلاب. مش داره افغانستان رو بگم، افغانستان زمانی که ما بچه بودم بازی شوقت بد نبود. خدا واقعا آزادی بود، ولی آزادی که مثلا درست جنگ بود، خب جنگ بود سمت مثلا جنوب افغانستانی طرف ها، ولی جایی که ما بزرگ شدیم مزار شریف وقت درگیری نداشت، خیلی شهر مافیایی بود، یعنی مثلا استادت و فلان و دوست و مرکز درد خود، ولی جنگ نبود واقعا. خود کابل هم وضعیت جوری بود که مثلا کابل وضعیتش بد، دختر سرلخت هم میتونست رو باره، با چادر هم میتونست رو باره، من با شلوار زابدار در سال چند بود 2012 بود 13 بودم در کابل بودم، شلوار میکنم زاب زیاد داشته، بعد هر کس مرا میدیدون گفته زواره کسی که ایرانیگر کسی که بلر کسی که مثلا این خمی کلن فکر می‌کردن من از ایران اومدم مثلا، بعد نمی‌فهمیدن من از اروپا دیپورتم. خلاصه آزادی کثیفی بود. تا حالا چند بار زندگی شکست خورده؟ شکستی که شکست حساب شده واقعا، نه که مثلا بری یک دختر پیشنهاد بدی تو دیگه نه شکست حساب شده. خیلی کم پیش اومده. مرسی. چون بوده ولی خیلی سنگین، ولی خب مرسی، چون نسبت به سنت هم مثلا نباید اوقات باشه، ولی خب ببین شکست‌ها بعد از فکرم آجی من جایگ بودم، من زمانی که بچه بودم خیلی روحی آهنی داشتم. من فهمیدم اکثرا جایگ نمیفهمم چیه؟ جایگ؟ تو میخوای یک توضیح بدی یا ما خودم توضیح بدیم؟ تو توضیح بدی داداشم بچه ببین قطر مثال میزنیم، دو عدد دو کس در بیت نو شاه است، درست هم؟ او دو تا دو قد یک دانه سرباز بیایم میشه یک شاه، یک توس دو شاه، درست هم؟ او میشه جایگ پر، درست هم؟ و جایگ آدم چه ها با کسی که بالای دهه و اونایی که مثلا جایگ میان زیر دهه، یعنی بخوایم یک چیز حساب کنیم، یک امتیاز حساب کنیم، 10 از 10 میشه جایگ نسبت بغل دسته، نسبت کسایی که جایگ باز عادی عمو میشه، ولی خب در وطن مثلا در آدم تایت میگه مثلا خب چست و چالاک مثلا، یعنی عمو 10 از 10 دیگه، 10 از 10 مثلا جفتش حالا، ولی جایگ در اصل در قطعه استفاده میشه داداش. آره جایگ پر جفتش مثلا جفتش سته فرق جفتش کنید. بگذاریم. تصور غلطی که مردم از تو در ذهنشان دارن اصلا نظر چیزی؟ نه بقیه غلط شاید بعضی ها به خاطر واسه رپ و یک سری فکر دارن. عصبانیت خود چرخه میبروز میدی؟ والا بخیر. مرسی. خیلی غیر طبیعی بود، ولی خب میپذیریم، ما چون چارایی نداریم میپذیریم. آدم خرافاتی هستی یا نه؟
البته بستگی داره. خب او عصبانیت چه رقم باشه؟ خب البته اگه طرف مثلا غریبه باشه 100% خب فرق میکنه طرز عصبانیت، ولی خودی باشه مثلا یک او عصبانیت خیلی عمیق‌تر دید نفوذ میکنه. مرسی. آدم خرافاتی بودی یا نبودی؟ خرافاتی یعنی چی؟ یعنی میگه کلیر شور نده جنگ میشم یا نمفهم قایچی رو نخیان که مثلا شور میکنه از بین دون زن رد نشو که بدی میره ولی تو اصلا جارو ده پای ده پایش مخره میگه نیم جارو دکتر شو بکر بعد همچین چیزایی. یعنی خرافه پراکن است؟ خرافه پذیر است اصلا؟ نه اصلا. آخرین کاری که برای اولین بار انجام داده؟ آخرین کاری که برای اولین بار انجام داده مثلا ما خودم یک مثال بزنم، نسوار مثلا هفته قبلی برای اولین بار نسوار کشتم مثال بزنم، ولی خود هیچ وقت نسوار نکشتم. یکی از مثالایی که مثلا بزنم برای با یکی از اعضای فامیل رفتم مثلا. مرس. وقت اومدم تهران. خودت با سه کلمه و با یک جمله توصیف کن. با سه کلمه. با سه کلمه و با یک جمله. مثلا میتونی سه تا کلمه بگی مثلا خونسرد، لجباز، نفهم چی چی. سرد. این خمی میتونی مو اکثر باید مثال بزنم ولی تو دایی. نه فهمیدم فهمیدم. چیم سفید. مرسی. محکم. مرسی. تو کم. مسلط. مرس. اولین دوست تو چی کسی بوده؟ اولین رفیق. اولین رفیق یک دوست دارم به اسم جمعه خان. مرسی. بچه های منطقه هست. آقای جمعه خان آجا هستی جامعه جور باشه. خدر دوست. سوالی که دوست داری پاسخ بدی، جوابشو بدی، ولی هیچ کس ازت نپرسیده و نمپرسیدم. چی سوالی؟ اصلا چین سوالی؟ نه. مرسی. نظر دوباره سرک و فعالیت چی؟ دور از رابطه و ضابطه و سلام علیکم. دور از اون چیزا سرک برای ما خیلی زمانی که مثلا من تازه با رفتداری آشنا شده بودم این یک قسمی بود که در مارکت کلان یک غولی برای خودش بود. مثلا سرک مثلا قدیم دورانی که مثلا تو لیام سیال ساهر اینا بودی مثلا. خب به نظر من آجی الان شاید در چشم نهی، ولی خب بعدنا ای خودش اصلا او زمان اجرایی، توانای اجرایی و مثلا اسمی بولی بود و هست. الان مثلا کلن حرفه‌ای تکنیکی جوری که مثلا در چشم نهی، ظاهرش در چشم نهی، ولی خب خیلی قوی تر از او زمان در بدنه اصلا. الان در چشم نهی، ولی شاید در عصری مثلا برارای کوچیک از ما شاید این یکی از شاخهای اصلی رپ داری شاید. پدای تو نظر لطف داشته و تشکر هم چون خواهیم همین چیزی که بوده مثلا از اولی رپ داری مثلا. سوالای من خلاص شد. یک سری کلمات میگیم که اولین چیزی که در ذهنت میرسه را برای ما مگی. اولین چیز؟ از هر کلمه که میگم اولین چیزی که در ذهنت میرسه را جواب میتی. اوکی؟ بای سکل. ترسناک. مرسی. لیونل مسی. بگو کلمه یاد بابا چه بگو. بلش خوبه که اطراف دار. بگو نه بگو میخوام بشنم چه بگو. بدر مخواه. کلمه رو بگو بذاره. از سیفیجات مثلا کدو. کدو؟ نه. بولانی. مرسی. افغانستان. خانه. زرزاری. محافظ. مرسی. عشق. زندگی. پول و ثروت. توهم. یاس. رفاس. آخوند. نظر ندارم. یک و نیم آخون یه دور بده نه ولش کنش کن رفاقت چرس مزار کمک چرس مزار چرس مزار طول. خیلی خوب حسین مهاجم برارم خسته نباشی از این بخش گذر کردیم و به سختی گذر کردیم. خیلی یکی از سخت ترین ویدیوهایی که حال در بخش اطلاعات گرفتم در این بخش می بوده بابا. خب عزیزان این بخش تمام شد. اگر دوست داشتید میتونید در بخش کامنت برای ما نوشته کنید نظریاتتان و بریم سر وقت سوالای خودتون. بریم بیاییم. آقای اشرف خودی خوار تکنی رو گایی. من خودم در این بخش دوست دارم یک سیگرت بشن کنم. تو خبر ندارم؟ سر ندارم. بکشی؟ خواستم بگم با خلافت نگفتم. مصطفی کلان مشکل داره با طرز گپ زدن از ما. مشکل داری؟ مشکل مشکل داره شما. ما کی مشکل دارم داشتیم یه چیز میگی ها. آقا من سر زبون شده مثلا گفته داداشی ها. گفته داداشی ها یعنی کیا رو میگی تو؟ مثلا رفقایی که مثلا ایرانی. خب مهاجم کدام تیم است؟ مهاجم کدام تیم است؟ مهاجم کدام تیم است؟ آفرین. آفرین. تیم رپ داری است. از جایگاهی که در رپ داری ساختی راضی هستی برای خود؟ هنوز نه. ریزی ریزی نه ریزی نه ریزی. چرا اسم مهاجم رو واسه خودش انتخاب کرده؟ دلیلش رو بپرسید. ما خودم انتخاب نکردم. بچه ها در مکتب مانده سر. یک چیز بوده در منطقه سلام. با کیا پابجی بازی میکنی؟
با زشتوک داداشی من البته جایده رو موازی نمو کنستن چرخک، محمد و علی بچه کاکای ما و فرهاد کلدوز. همستر هم انگولک میکنی یا نه؟ نه اصلا ای بچه کاکا نصب کردیم گفته که بزن پولدار بشیم و میزنیم تانوس که نشده زدن چیم سفیدای گرگ باش خدا یارتم. فضایی مصطفی امیری خرابات سیال کلن سربسته بگو. آره میتونی بگی میتونی هم نگی نه چون میخوام دقیق بگویم. خب مثلا هر کدومش در یک عرصه قویه به نظر اصلا به نظر نگی بود مصطفی امیری پولیتیش میدونم ولی بین تو فضایی خب خیلی دلشوال جفتتون خوب دریل بکنه چه ترکیب نامبارکه ولی خب دیگه داشت ذهنیتی باید ما میگم که خرابات اصلا نیستم دریل ضعیف دریل بکنه حالا نه که به احترامی باشه یکی از خوبای رپ دریل مگه به الگویش در رپ دری کی بوده یا الگوی داشته در رپ دری؟ الگوی در رپ دری الگو نداشته ولی یکی از ترک هایی که مثلا سوپ داشته و من گوش میکردم یکی ترک تو علی تیج بود به اسم هیپاتیت یکی از اشتباهات تاریخی خواه حالا در جنان نیستم ما نمیخوام تو رو گرد کنم دهیم ترک اکسپورت سه خدا بود من اون یعنی کل بچگی با که از اون ترک ایر شده چقدر رو گوش میکنیم در رای مکتب میرفتیم یک موزیکم بود از سوم شجور مرسی میگه چرا موهاتشون رو نمیزنی؟ معمولا وقت ندارم واو همین یاله بوهاتشون رو نزنی رسپکت مگه سر ترک کش که اول موزیک ویدیویش بود چقدر هزینه کرد؟ تقریبا فکر کنم 10 میلیون تومان. کش خیلی ساده جمع شد. مرسی. بیشتر از خانواده یا فامیلاش کسی در کار رپ یا در کار موسیقی بوده و یا اولین شخص وارد مارکت شده؟ نه. نیست. خودت اولین شخص هستی خیلی. اولین شخص هستم گفت بشم بسیار. مگه موزیک دارک بذار عالی هستی داد مهاجم. مرسی. اصرف مهاجم گفتم مهاجم چی شد که شروع به رپ خواندن کردی و قصد از رپ کردن چی است؟ قصدم از رپ کردن وقتی میتونم از رپ پول در بیارم زندگی خودم مثلا پیش ببرم هم عشق کنم هم زندگی کنم و هم مثلا کار مورد علاقه انجام کنم چرا باید کار دیگه؟ مرسی میگه سوالی ندارم ولی کدی مهاجم در یک مکتب بودیم خدا یارت بچه سید اسماعیل بس هر جای هستم به جگر تو جانم تنها مکتب بود که اصلا سرمعلم نبود مرسی بچه ها حکومت میکرده اون مکتب خدا یار فکر میکنی رپ داری تا 7 سال دیگه در چه حدی میرسه؟ پیشرفت خیلی کمی داره خب بستگی در اوضاع وطن ما داره اگر اوضاع وطن ما خوب شه و رپ داری باید ببینید که در ظرف 2 سال چقدر خود میکشه بالا ولی خب اگر با این وضعیت پیش برد قطعا پیشرفت میکنه ولی خب نه اون پیشرفتی که باید میکنه مرسی مگه اولین رپ داری که گوش دادی؟ ترک اکسپورتسه و یک ترک دیگه هم تو خانه دشواری دارم مگه با شنیدن کار کدام آرتیست مثلا علاقه من شدی؟ اسمش نمی فهمم خارجی بود اولین رپی بود که مثلا گوش کرده اولین موزیک بود اولین پولی که از رپ در جیب زدی چی مبلغ بود؟ هر چی مبلغ دو سره میتونی بگی؟ مبلغش رو بگم بله این گردن من دیگه گردن من هیچ قیمت خاصی نداره خیلی قیمتی زیادی نداره ولی با اولین درآمد رفتم خریدمش و میخوام تا سالهای بعدم نگهش دارم مرسی خب میرم سر وقت بخش بعدی بریم بیایم ببینیم چی دارم در بخش بعدی رسیدیم در بخش قافیه و تقریبا شعر جنگی دیگه من شده شعر جنگی مشاعره آزاد یا قافیه آزاد دیده دیگه نمونه شعر بتل قافیه تو شروع به نفر 5 تا قافیه داریم تو شروع میکنی یا من؟ 5 تا؟ آه 10 تا بود 5 تاش کردیم مسابقه خیلی جالی بود شروع میکنی یا من شروع کنم؟ شروع کنم ناخداگاه با خدا باش یاکوزاها دراکلاها باید خیلی لاتین تلفظ کنم دراکلاها مثلا حتی ببین داخلی کارای تر نمیخونی قافیه رو مثلا شنگری نمونی چلوپل شاشو با ما شاشو با ما زمان داره تمام میشه تا بودا مرسی باختی داداشی اینجی یکی رد هیچی قافیه بافه بعدی را خودت انتخاب میکنی یکی با یکی خوب است بفرمایید نوبت شما بندری کم داری هر داری اصغری پرپری لپری
لپر دیگه لپر میشه پرپر اونو تیکه تیکه میشه لبش میپره خب رپری چکری بربری انتری چندری کمدری انگری جمپرت دمدری دمدری پمپرت پایپری خوگری خوگری دوکری گاو کدی خاو کدی باو کدی واو کدی جاو داری شاو کدی روزو رو شاو کدی او داری نکو دیگه تو یک سری قافیه میزنی ما بیتر رو خیلی آقا آنچ بزنم کدیش خواه جاو داری دور دادی جاو رو کدی خاو دادی نو دادی توزه دادی مولی هر وری مرسی قابل قبول نیست قابل قبول نیست خب برو فارسی هم خلیگیم فارسی بانم هر وری هره رفتنت نه چیه؟ رفتنت از لحاظ خب باید درست خب کلمات ببینید باید در تلفظ در همپره همپرت جنگرت ضعف داره دمپرت باختم یک یک چطر راست خب ریلکس دو سیلابا بزن دو سیلابا بزن کجایش دیدی ندازی بله بله کشتر لیافتا گرم بیا دوباره میشینم نگاه چی نگو دیگه دو هجایی نگو چرا نگو خب اون قسمی اگه بکن باید مصرت بتل کنیم کلن دیگه تو میتونی دو سیلابا سی سیلابا بگی تو قانون برنامه رو عوض نکن تو فقط خود تو میتونی چند سیلابا بگی چی گفتم ما الان قبل میادم رفت آی دار دوباره میشینی دو ماه پیشینی دو داره میبینی خدا رو میدیدی خدا رو چی دیدی بودا رو میبری نشد یک دیگه خدا رو چی دیدی بودا رو میبری خب با قبلیت باش خدا رو چی دیدی آره غبار رو چی دیدی قبول نیست باخت مرسی باخت دو سیلابا نمیزن دیگه بخاطر حسین مهاجم دوست داشتی میتونی بزنی بداها قبول دارم خیلی بداها ما خودم اصلا بداها گوی نیوم ولی خب قافیت فرق ما با بداها بفرما نوبت از ما نوبت از تویه نوبت از ما دو یک آمادگی تا ما نگیم دادا نگی با ما نشی بابا بدی بابا نشی باها دشه جاپان نری نه نه چیه نشی نری جاپان نری خب بعد جاپان نری خدایا چرا بابا الان نصف مخاطبای تو چالان نشی نصف مخاطبای تو در فکرشان راجع به توسط شده بخاطر اینوزی که بگذاریم چی گفتی چالان نشی؟ چالان نشی تا با منی تا با داری رازا داری کالا خری سازها زدی باخت شاهانه ای باخت شاهانه ای خب سه یک نوبت از مایه تو میتنی تا بیتنی تو میتنی تا بیتنی اولین قافیه تو میتنی نگفتم ما نگفتم تا میتنی گفتم تو میتنی یعنی آوایش این یکی تو دید دادی ولی خب تو میگی دا دید دادی قافیه آوا نیه بفرما تو میتنی تو بهتری تو نیکدی تو بهتری تو بهتری آره تو بهتری وای کلا اصلا قافیه اینجوری فیل بدازدن خیلی سودی داری خودی کردی زوری زدی دودی دمی خودی خری پولی کدی دوری کدی دوری ولی برای بودی قدیم آفرین زودی کدی خودی کدیم نوبی سگی دونیم داریم شوری شری خودی غریب خودی خری گفتم ما خودی ایران ما باخت حساب کنم که یک کمک تعادل باید روی سه دو سه دو پایان کار اگه ناراحت نمیشه داداشی باید نقافیه بابا تو گفتی تو گفتی خب بفرما تو باشی ما آمار از این در رو بخش آف سدو به نفس ما نوبت تویه نوبت ما بله کم کم با کمپل داشت کمتر داشت شفتل خور کفتر باش کفتر باز کفتر داشت صف سرباز صف سرباز صف سرباز آره هفت در داشت سنبل سنبل کار نه نکاشت سنبل نه نکاشت طلب داشت حقق داشت هر کس خواست هر چند باز هر برداشت ده در داشت لندن باز نه برداشت لفظاً آه هر سر داشت در دربار چه میگذرد مثلا پر پر باش قافیه های تو یعنی داغون ها فقط هم قافیه های پر پر باش آه کمتر خواست خطر داشت هم درد داشت اثر کاشت هم وزنایش هر چند تاش رپرهایش برتر باش سردمدار سردتر باش سردمزاج
سرمزاج باید در بخوای قافیه حساب کنی، بخوای قافیه دلت تلفظ کنی. سرترباش سرمزاج سردمزاج سرمزاج سردمزاج آره سرمزار شخصا آ پر از گاه از فردا بندرگاه بند بندایش گنگ من گای گنگ گنگ آ گنگ گنگ آ بفرما تو چی گفتی؟ گنگ گنگ آ واقعا دیره تو قافیه بگی باش خوب قبول قبول بنگ بنگ باز چهار سما؟ چهار سما بزنی؟ هر چند گاه رپ برداشت از رپ برداشت چیه مثلا؟ گرمتر باش سه دو بودیم؟ سه سه شدیم بگوست نداشت من قافیه کسی فیدامه بگیم سر خب آمدیم دوباره در لیول شدیم نفر دوتا دیگه داریم نوبت زمایره خدا خیر کنم باریم اقامت دائم عبارت حاکم سیاست کاریم سماجت خادم صداقت داریم صداقت دائم شهر نمیشه قبوحت بابم شرافت لازم قسمت لالم شرافت صداقت سیاست اولش بود اقامت دائم چی گفتی الان؟ خصومت با اقامت یعنی هم تو قبلی رو چی گفتی؟ شرافت لازم صداقت کامل قبلیه درست نیه ولی دومی خود چون دو هجاییه هجایی اولی تو مشکل داره قافیه تو نه از ما درست سا هجامت لازم هجامت لازم داره تو هجامت لازم لجاجتی داریم ادامه چی داری؟ امامه چی کاری؟ ارادت خاصی اعلانتی داشته فراستی باشی چی؟ فراستی باشی نه یه ناقل سینما رو میشنی؟ نه فراستی آقای فراستی سرچ کن میشنسی اگه بچه ها قبول دارن بچه ها قبول دارن چه خود فراستی هست داداش خوب میتونیم سرچ کنیم نه اوکیه دیگه خوب عرفت مار مکم چی گفتی؟ فراستی باشی فراستی باشی ریاستی باشی فراغتی داری درایت کاری اسارتی باختی خجالتی خاکی امارت گاوی برارک بابل بگارت بکارت خالی بکارت خالص بخارتت آلیست بگا رفقایت نه این دیگه نمیشه بگا خدایش قافیه دو میشه اشتباهه بگا رفقایت خب امارت گاوی بگا رفقایت خب بگا رفقایت امارت گاوی بگارت بگارفقایت چند بار چند بخوای چند رقم اگه با کشیدن همون تلفظ آقا تلفظ کنید دادش چه کنار نمیاد اون قافیه دیگه خود تو ما الان صد دادش جفتش ست با حالا چی بود بگو بگارفقایت 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 اون میگم خب با رقمی باید بگیم تو با فلو درست میشه اوکی یکی تو خب چی بگارفقایت شرارت دائم اشاره مدادی بباشه افیان جور نمیبود اشاره مدادی خواه اشاره مدادی آره اشاره ممانده اجاره میخوایی چی چاره میتونی اجاره میداری 21 تایی تو الان قافیه بگی فلوی بگی چی گفتی تو؟ تو چی گفتی؟ 21 تایی اجاره میداری هج آدمی داری 21 تایی اجازه بدین یعنی اجازه بدین قبول نکن داداش ما قبول باش قبول نکن قبول چه قافیه آقا اقامت دائم 21 داره بیا برو تو داشت 21 تا داره 21 تا داره تا اقامت دائم 21 دانه نمیگین 21 تا داره اقامت 21 تا داره مگر اینکه مثلا ما بگیم اقامت دائم اقامت دائم 21 تا 20 تا 1 تا داره 21 تا داره کلا ما رو سوال 4 3 بره بره یا آدم میخوای مغلطه با صفتا مغلطه ببره بیا 4 3 صد نوبت خودت است بره 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 بر. چند چند است بندل خرچ خرچنگ است بند بند است هر چند است بدرنگ است بنگ چند است هر چند وقت چنگ بند است شطرنج است گنگ چند است شبرنگ است هر چند پس کم ترکس هر چند بست زمزم میشه ولی یک قافیه دیگه استفاده کنم مگر که سعد داشی بریم ادامهشی ادامهش بریم؟ آه لازم نیست صد درصد سمدرد است سردرد است سردمرد است چند بخش است؟ هر چند هست هر کس نه در دست بس در دست رس سر کرد است در بست رفت در بست رفت کم رب کرد نه قافیه تو در بست رفت
در بست رفت. کم رپ کرد. خیلی چف، خیلی مثلا قالب برداری خوب. نه دیگه. کم رپ کرد. کم رپ کرد. سرفصل است. کم رفت رپ. خم کرد. همدرده. منظورتی بودی همدرده. همدرده. چون اصل گرفتیم کلان. همدرده. مثلا ما تو میگیم نمیگیم که یعنی با او هم وزن، میگیم هم وزن است، میگیم هم وزن. خب اوکی، هم درد است. کمتر کس. کم تکراری بود، تکراری بود. یک دیگه فرجه دارید بهتون بفرمو. چند برگ است؟ هر لحظه. هر دم بس. چند دست دارد؟ پنج دست بس. همسط هست. پنج اسب است. از ماست نه؟ اوکی، تمام. اولین کسی که باختم در اینجی در این بخش گران بوده، او هم که خودم حالا نمیگیم که مثلا او بنده خدا در دل بگه آره حالا که باخته خیلی میگه، ولی خب باختم که باخته باشه، یک باختم داشته باشه. بگذاریم، مرسی که تا اینجا ویدیو رو ما رو تحمل کردید و بخش جذاب قافیه و مشاوره تمام شد. بچه خوشحال شدم خیلی، بسیار قافیه کثیفی داشت تو مهاجم. اصلا دیگه بعد از هست خیلی کثیف تر باش ملت مفهم داداش. یک چیز ما در یک ویدیو گفته بودم یک گپی را که اینا میخواین ملت خر فرض کنن و متاسفانه ملت خر نیستن. یه کد کده بودن متاسفانه ملت خر نیستن. متاسفانه ملت خر نیستن. حتی یک پیج درست کرده بودن برای برنامه جمله ازمون. فکر کنم رقمی خوب بگذاریم. بریم سر وقت. تشکر از اینکه با ما بازی کردید. بریم سر وقت ترکیب تیم ملی رپ. ما برای بینندگان مثلا در گوشه تصویر ترکیب ویدیوهای قبلی باز بچهای قبلی تیمای قبلی رو برای بینندگان نشون میدیم و ترکیب خودت میرم سراغ ترکیب خودت. یک ترکیب است ملی رپ برای ما معرفی کو. چند نفر باید؟ از درازبان 11 نفر. 11 نفر باید باشه. سخته. خودت هم نمیتونی بانی. کاغذ چیزی البته خودت هم میتونی بانی چون امید الله خودش مونده بود. کاغذ داداش ما باید ضبط کنیم، ثبت کنیم که ثبت کنم تو بگی فقط. خوبه. از دروازه‌بان شروع کنیم. بله. حسین یوسف 93. مرسی. خب دفاعی پندار غلام مهدی عاطف نیلزا. ترکیب چی از 4-3-3 یا 4-4-2 یا 4-3-3؟ خب 4 از این سه تا دفاع یک خب. دیگه مونده. یک تا دفاع دیگه مونده. یک دفاع دیگه زرتشت. اینم از این. بریم هافبک. از بچهای نسل جدید اصلا نگفتم خب. بله دیگه تیم ملی است توی مثلا از نظر تو. از نظر خودم دیگه میذارمش رو نیمکت بچاره. خب تو ترکیب خود ترکیب اصلی را خب وسط ساحر ملودی علیتی چون واقعا دستشون بازه. خب ساحر ملودی رو که دیدیم ساحر ملودی رو قبول دارم دستش بازه دیگه هم یک جایش بازه اصلا. خب خیره چرا دیگه با ما ویدیو میگیره خواهشتن این کار نکو دیگه بادش تو هم در ساحر ملودی در کسایی که ما نام میگیم میتونی هر چیز بگی ولی خب نه ولی خب بریم ساحر ملودی رو میجور میگیم خود کنید جایش ولی پس راجعه خب 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 نکنی بیا کات کنی را خب من رابطه این با ساحر ملودی ما کار بدم در مصطفی جان گفته شد کس راجعه از تو هم از علیه تیش هم بگیم خب یه را دیگه کات مکنی خب ساحر ملودی علیه تیش خب ساحر ملودی علیه تیش خب یک نفر دیگه که نمانیم وید نسیم خب ساحر تیش وید نسیم خب یک دیگه هم؟ البته سنتر سمت راست ایناش مهم نیه بابا؟ نه بعد هم میچنیم بابا خب میرم رو نو کم لگ یک چیز کم داره اینجی؟ ساهر، ای تی ایچ، وید نسیم، چار سه سه خب 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 برم حمله وسط سیال هم میمونم سمت چپ کرا میمونم مرسی سمت راست هم یک کسی که با سیال خوب بازی کنه یک نفر دیگه خیلی ها اصلا ولی خوب نفهم چی مگی متنوع و انتخاب سخت میتونم پیشنهاد بدیم دیت؟ کی مثلا؟ نقیب میتونه باشه، اینایت میتونه باشه، بعد کی دیگه؟ او طرف باشه، او طرف دیسیبل میتونه باشه میتونه کی کلاس میتونه باشه؟ میتونه کی کلاس رو میذارم اوکی؟ کی کلاس نقیب اگر میذاشتون باید آفک میذاشتون آفره، خب مرسی از ترکیب شخصیت هجومی نداره مرسی از ترکیبی که ادامه ارائه کردی و از تمام بینندگان عزیز که در تایینج ویدیو همراه ما بودن تشکر میکنیم همچنان از خودت و ما نتایج وقتی که ویدیو برای شما نمایش داده میشه در گوشه تصویر اعلام میشه که عضو میتونه نظر بدین که تیمی که قوی تر است و تیمی که زده از نظر ما تیمی راهول قویه تیمی الوک قویه تیمی حسینم
قویه، ولی خب باید نظرات ملت هم دید و نظرت که چی میگن و چون سفید اون نظرت هم بیتین چی و تشکر که تا اینجا نظر ما ترکیب ما خیلی خوب است. خب ببینیم دیگه دارم هیچ که نمیگه دوغ مترش هستی، ولی خب تشکر که اومدی دوغ مترش تشکر که اینجا حضور پیدا کردی، تشکر از بیننده ها خیلی خوشحال شدم تعمل کردن و حرفی سخن در پایان اگه داری ویدیو مونتاژ شده فلان. خدایا امیدوارم که جورو صحتمند باشین، هر جای باشین. من خیلی تجربه برای ضبط پادکست اینا ندارم، ولی امیدوارم در آینده همه چی روال میشه و دفعه دیگه خیلی خوشحال شدم که اومدم خودت تدیدم و دفعه دیگه چی اینجی چی جای دیگه ای ویدیو بخوای بگیرم، چی ویدیو بخوای بگیری دیگه این حرف نمیزنی که تجربه نداشتم، چون این خودش تجربه شده. 100%. بازم نظرات، انتقادات، پیشنهادات چیز دارین برای ما میتونید بخش کامنت ها بذارین، لینک چنل حسین مهاجم هم زیر ویدیو گذاشتم، حتما برین از آرتستان حمایت کنین، سابسکرایب کنین، حتما حمایت کنین. رپ دری با شما کامل میشه مخاطب عزیزی، یکم مخاطب باشین، یکم یکی به نام خدا به چه سگ و یکم گربه باش. و عزیزان ما دوستم داریم، تا ویدیوی بعد اگر ما را اجازه مرخصی بدید از خدمت مرخص میشین، احتمال زیاد ویدیوی بعدی با سیال هستک و او را من میتونم کوشن باکسر میمونم براتون و میتونین نظرات من بتونین سوالاتون بپرسین، سوالایی که در شعن آرتیست اینجی بشه ازش میپرسین، نه هر سوال را 50-60 تا سوال داشتی از 50-60 تا 30 تا قابل پرسیدن بود. بازم دیگه همین دیگه، حتما کارهای ویدیو را انجام بدین، چون صفحه خودشون میفهمه چی کار کنن. ما با یک خوبیت هست که اصلا لازم نیست بعد مثلا شنونده هایم بگویم که چی کار کنن، حتما موزیک برین لایک کنی کنن، اصلا خودشان همه رمالن و خدا یار دیگه اتون جانم تا ویدیوی بعد کارش انجام بکنیم. خدا نگهدار، ببینیم.